به نام خدا و با عرض سلام به بخش نخست برنامه آخر خط خوش آمدید. پرونده بازداشت علیپور به کجا رسید و آقای سرور دانش در کجای این قضیه قرار دارد؟ شماری از باشندگان کابل امروز در یک گردهمایی اعتراضی خواهان بازداشت عبدالغنی علیپور فرمانده نیروهای خیزش مردمی در بهسود شدند. معترضان عبدالغنی علیپور را تروریست خطاب کرده و سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری را نیز به پشتیبانی از او متهم کردند. نزدیک به دو هفته پیش پس از آن که یک چرخبال ارتش در بهسود سقوط داده شد، عملیات نیروهای امنیتی برای بازداشت علیپور آغاز شد. حکومت میگوید علیپور این چرخبال را سقوط داده است، اما تاکنون نیروهای دولتی موفق به بازداشت او نشدند. اما فرماندهان نظامی در بهسود میگویند که تاکنون بیش از 10 فرد مسلح وفادار به علیپور کشته و شماری از وسایط نظامی نیز به دست نیروهای دولتی قرار گرفته است. پرسش های محوری این بحث این است که علیپور در کجاست؟ چرا نیروهای امنیتی در امر بازداشت علیپور عاجزند؟ سرور دانش در کدام سمت قرار دارد؟ در جبهه علیپور یا در جبهه حکومت؟ این پرسش ها را در این بخش از برنامه آخر خط با مهمانانم و بررسی میگیریم. مهمانان من در برنامه آقایان عزیز استانگزای آگاه امور سیاسی در استودیو با ما حضور دارند و همچنان آقای دکتر نعمت الله ابراهیمی استاد در دانشگاه لتروب در استرالیا از طریق خط اسکایپ با ما وصل شدند. سلام بر شما مهمانان گرامی، بسیار زیاد خوش آمدین. آقای استانگزای، بحث را با شما آغاز میکنم. شماری از باشندگان کابل امروز در یک گردهمایی اعتراضی خواهان بازداشت آقای علیپور شدند و گفتند که او ایراس افغان است. به دیدگاه شما آیا علیپور ایراس افغان و دهشت افغان است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین، حوادثی که طی 40 سال در افغانستان رخ داده، البته از اثر جنگ‌های داخلی در این کشور اشکال و ابهات مختلف داشتن. اگر حادثه اخیر در بهسود ما یک نظرسنجی یا نظراندازی بکنیم سرش، ما در قانون جزا داریم که در اونجا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی وضاحت داره و جزایش یا حبسش هم در اونجا واضح است. کسی که عمل را انجام میده که او مفادش بیشتر به دشمن میرسه، چون جنگ در اینجا دوام داره، دشمن ما در داخل طالب و داعش و القاعده و مردم است و در خارج هم پاکستان و ایران است. یعنی به هر شکلی از اشکالی که مفادش به اونا برسه، و این خوب باز یک جرم بسیار سنگین است، کشته شدن 9 تن از عملی یک هلیکوپتر و خساره من کردن وزارت دفاع که از بابت سقوط هلیکوپتر دیگر ناشی از این است که در این ممالک بیرونی دست دارن وسایل و وسایط برای از اینا فراهم کردن، مثلا تیاره شکن اینا از کجا میکنن؟ و این خو اگر به اصطلاح قماندان گروپ خیزش مردمی است، باید یک کلاشینکوف هم راش باشد دیگه. اونا نباید سلاح که با تیاره از بین بره پیشش باشه. از این معلوم است که این قماندان گروه خیزش مردمی نه، بلکه قماندان خودخواسته بودن، مانند قماندان های دیگه که در افغانستان قبلا هم بودن و حال هم حضور دارن و اینا از بیرون اصلا تطمیع میشن، از بیرون برای از یا همه چیز فراهم میشه، تسهیلات که توسط از اونا یا باید دولت متضرر بسازن. ببینین در اینجا نه تنها که دولت متضرر شده، در اینجا 9 خانواده را اینا به خون شاندن و 9 جوانی تعلیم یافته که به خون جگر اینا. حالا در آخرین رسیدن. مورد که آقای علیپور متهم شده، به دیدگاه شما جنایتکار هستن؟ ای طبعا جنایت است، چون اعتراف کرده. اگر اعتراف نمی کرد و نمی گفت که ما این عمل انجام دادیم، چون یک عمل شنی است و قبیح است، بناهن ایره ما می گفتیم که متهم است، برای ازی باید چیز جمع شوه تا مواد برای ازی جمع شوه به خاطر ازی که سر ازی امی جرم ثبوت شوه. اما او را یک طرف میمون قرائن دلایل اثبات جرمی را، مدارک اثبات جرمی را، شواهد اونا را یک طرف میمونیم. خودش اعتراف به ای کده
که خود از این به اوجت قاصره گفته میشه در قوانین و این اعتراف خودش معنی از این داره که مرتکب امیتور یک عمل شنی شده. بنان قوت هایی که از داخل شهر برفتن و بیسود عملیاتشان جریان داره، ولی اونا بسیار به شکل بطی به این خاطر عملیات میکنن که خانواده هایی که در اونجا هستن نشود که خدا نخواسته یکی از اونها متضرر شود یا به جای کدام خانه تلاشی شود، جریان داره که تا چی وقت اینا دستگیر میشن. سپاسگزارتان. آقای ابراهیمی، شما صحبت های آقای استانکزی را شنیدین. اینا اشاره کردن که علی پور جنایتکار است. حکومت هم فرمان بازداشت علی پور را صادر کرده. بیش از دو هفته میشه که نیروهای امنیتی در صدد بازداشت علی پور هستند. اگر واقعا علی پور جنایت کرده، پس چرا نیروهای امنیتی موفق به دستگیری اون نمیشن؟ با سلام به شما، با آقای استانکزی و بیننده برنامه. ما فکر میکنم که بحثایی که فعلا در مورد علی پور و حادثه بهزاد جریان داره، میشه از دو زاویه دید. یک زاویه است که امروز از نظر هیاهوی تبلیغاتی و جنگهای روانی میان دو طرف در ارتباط قضیه بهزاد جریان داره، که در اینجا ما شخصا فکر میکنم که قطبندی اجتماعی بسیار وحشتناک است. ما در روزها و هفته های اخیر در افغانستان میبینیم که بخش از قطبندی اجتماعی به شکل ابراز نفرت، نفرت قومی، نژادی و توپ زدن همه که مثلا گروپ را که ما نمیشناسیم و در بارش معلومات کم داریم، به سادگی بتانیم که ایره توپه بزنیم که حتما چون یک تیاره در فلان جای سقوط کرده ای حتما دست کدام کشور خارجی در اینجا وجود دارن. و یک بخش داستانی است که من فکر میکنم در این بخش داستان متاسفانه جنگ روانی، اطلاعات غلط، اطلاعات نادرست به شکل سیستماتیک هم از طرف دو قضیه دو قطب اجتماعی در افغانستان جریان داره و هم تا حدود دولت افغانستان در ارائه معلومات ناقص و گاه غلط در این بخش کمک کرده که باعث شده متاسفانه سطح تنش اجتماعی در افغانستان به شکل به سابقه افزایش پیدا کنید. شما اشاره کردین که حکومت افغانستان معلومات اشتباه را ارائه کرده. فکر میکنین حکومت معلومات نداره یا واقعا میخواه مردم را به گمراهی بکشانه و از این خاطر داره معلومات غلط را ارائه میکنه؟ ببینین، ما اگر پروسه را که منجر به عملیات نظامی در بهسود شده ببینیم، در چند مورد ما میشم مستقیما ببینیم که دولت افغانستان و سخنگوی رسمی دولت افغانستان عملا دست به ارائه معلومات مخشوش و غلط زدن. مثلا در اولین بار عملیاتی که یا فرستادن نیروهای ویژه امنیتی در بهسود اتفاق افتاد، تظاهرات غیر مسلحانه و صلح‌آمیزی که در منطقه جریان صورت گرفت و در نتیجه تیرباری بالای این مظاهرتچی‌ها 10 نفر از مردمای ملکی کشته شدند. ما دیدیم که دولت افغانستان و سخنگوی رسمی وزارت داخلی افغانستان پیش از تحقیق گفتند که اینا افراد مسلح بودند. خب نتیجه چی است؟ نتیجه ای است که اعتماد عمومی و باور عمومی به دولت افغانستان، دستگاه امنیتی افغانستان و دستگاه اطلاع رسانی افغانستان آسیب می‌بینم. خب یک بخش داستان ای است. بخش دیگه داستان ای است که ما اصلا قضیه افراد مثل علی پور که قماندان محلی در سطح یک ولسوالی، در یک بخش از کوهستانی و دورافتاده افغانستان است، ما ای را به جای که به ریشه ها و علت های ظهور همچه افراد توجه کنیم، آمدیم به پیامدهای ای توجه میکنیم. اصلا به نظر ما با وجود آمدن افراد مثل علی پور و نقش آفرینی افراد مثل علی پور در نتیجه ناکامی های دولت افغانستان است. تشکر. ناکامی دولت افغانستان در بخش تامین امنیت که او را ما در اون منطقه و در کل افغانستان شاهد هستیم که افراد مثل علی پور برای پر کردن خلای امنیتی در سطح محل به وجود آمدند. که این کار را دولت افغانستان فعلا به حیث رقابت با نقش حکومت کابل در اون منطقه می‌بینه.
سپاسگزارتان. آقای استانگزای شما صحبت های آقای ابراهیمی را شنیدین، اونا در دو بخش اشاره داشتن، یکی که حکومت افغانستان یا طرف ها در داخل افغانستان میپردازن به مسائل قومی و نژادی در این قضیه، و مسئله دیگری که اونا اشاره کردن کشته شدن یا زخمی شدن افراد غیر نظامی در حمله نیروهای امنیتی که در بهسود در ماه حوت سال پار انجام شده بود. شما اشاره کردین فرد که میآیه باعث کشتار مردم عادی میشه و طبیعی است که در قانون جزای افغانستان مورد شخصی از مجرم است و او باید تحت پیگرد قرار بگیره و مجازات شود. حالا نیروهای امنیتی وقتی میآیند افراد را بدون از اینکه کدام گناهی داشته باشند، جرم را انجام داده باشند، مورد حمله قرار میتن، میکشند، زخمی میسازند. در کجای قانون آمده؟ مردم به کی پناه ببرند؟ ببینین، ما خوب به سخنان جناب محترم ابراهیمی صاحب احترام دارم، اونا نظریات خود را بیان کردن، درست، ولی در این بین از این 9 نفری که به شهادت رسیدن، یکی از عسکری رئیس جمهور از ولایت لوگر نبود، پشتون نبود، اینا از ولایت پنشیر بود، از ولایت کابل بود، از دیگه ولایت های افغانستان بود. مسائل قومی، زبانی و نژادی فکر کنم در قرن 21 در افغانستان وجود نداره. تعصبات لسانی و قومی بسیار از گذشته ها به این طرف البته سطحش بسیار پایین آمده. یک وقت در وقت جنگ های تنظیمی این مسائل بسیار زیاد مطرح بود که ما مثلا از فلان جای هستم و تو از فلان جای هستی، آلی اون مسائل حل است. پیش خود ما خو هیچ امیتور یک مسئله نیست که ما بگویم ما کل ما افغان هستیم، از یک کشور هستیم، کل ما امروز کشته میشیم. ببینید طالب امروز وقتی در یک جای عملیات میکنه، یک انتحاری می 10 نفر دو کشته میشه، پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، کل دو کشته میشه، تو نیست که یک نفر کشته نشه. آمدیم سر ازی که قبلا در اولسوالی بیسود اساکر دولت بالای چند نفر آتش گشودن. شما دیدین که قبل از او یکی از وکلای محترم پارلمان تفنگ به شانه گرفته بود، رفته بود برای جنگ. در اینجا وکیل پارلمان نباید تفنگ بگیره، اینجا عسکر داریم ما دیگه، وقتی که عسکر باشه، قوتای نظامی باشه، وکیل پارلمان وظیفه خود باید بشناسه. به تعقیب از او یکی از جنرال های متقاعد افغانستان که یک جنرال سابقه داری اردو بود، رفت مستقیما با علی پور نشست و ای که اونا با او چی گفتن، اما در بیرون همینطور شنیده میشه که تحریکات را در پای داشتی موضوع. خب به هر صورتی را ما نمیپذیریم، شاید او جنرال از اون منطقه است رفته باشه به خاطر تسلایی امو کسانی که شهید شده بودن. درست. سومی که امی مردمی که شهید شد چرا بالای اساکر افغانستان یورش میبرن؟ ببینین شما، من بیرون زندگی میکنم، در امریکا این برادر ما ابراهیمی صاحب در استرالیا است، یک اسک پلیسی که در اونجا باشه تا پلیس ترافیک زمانی که یک موتر استاد میکنه حق نداره او دیروار که دست خودش شور بوده، که تیمور میده فرقش میزنه، اجازه نداره که دست خودش شور بوده، تا که او برش نگفته که تو اسنادت با چی که با سر پستی پلیس و امنیت و ایگپا ما یورش ببریم. خب او قضیه باید بررسی میشد، او قضیه باید از طرف ساران ولی طوری بررسی میشد که مو قماندان امنیت میخواست، امو جناب وکیل صاحب هم میخواست که رفته بودن برای تحریک از این مردم، امو جنرال هم میخواست که رفته بود برای تحریک علی پور، چرا باید قضیت بررسی میشد؟ اگر من صلاحیت میداشتم مفاهم. اما حکومت چی کرد در مقابل؟ حکومت خونمو قماندان در لغمان مقرر کرد باعث قماندان امنیه. یعنی چنین کاری از سوی حکومت افغانستان قابل انتظار باید باشه؟ مردم افغانستان چنین کاری منتظرش باشن؟ هیئت تحقیقات یاب رفتن، پلیس یا فرمانده پلیس همون منطقه برکنار شد به مدت و گفته شد که به دادستانی معرفی شده. مردم چشم انتظار از این بودن که اونا مجازات شون، اما در مقابل به ولایت لغمان اونا دوباره به عموس سمتشان گماشته خب شدن. در کجای قانون این خب موضوع یک فرد شخصی قماندان امنیه بود که این امر داد، و پلیس در هر جایی که باشه، یعنی اگر کسی سرش تعرض میکنه در دفاع از جان خود، در دفاع از جان و مال مردم، اوج باز قانون صراحت داره. ای که در این قسمت پرسان نشده، بازخواست نشده از طرف اداره لوی سارنوالی و سایر ادارات زیرب، ای به اونا ارتباط داره، ولی قضیه سرنگونی هلیکوپتر بخیم مجزا سازی. ببینید شما، او موضوع رو ما یک طرف میمونیم، امی که سر تیاره دولت عمله میشه و او تیاره یک تیاره اکمالاتی است، یا شهید میگیره میبره یا زخمی ره یا سایر اکمالاته.
اما در اینجا سرعزی طور عمل صورت میگیره که نه در حالت گزمه بوده، نه در حالت انداخت بوده و در حالت نشست بوده که ای از بین میره و بالاخره باز اعتراف میکنه که ایره ما کردیم. اعتراف خودش خلاص شده که حالا اگر بگه ما نکردیم تو اعتراف کردی که خودت به دهن خود گفتی که ما امی هلیکوپتر را زدم، هلیکوپتر دولت و به دولت ما به رسمیت نمیشناسم دیگه. وقتی که به دولت به رسمیت نمیشناسی علیه نیروهای دولت میجنگی، تیاری هلیکوپتر دولت یا تیاری باربریش میزنی دیگه، پس دولت خی چی کنه به مقابلت؟ اینجا قانون ده پولیش مانده، او طرف هم ورثه شهدا از یخنش میگیره حکومت که چرا شما بررسی نمیکنین جوانایی که با خون جگر تربیه میشه، هر کدامش صاحب تعلیم و تحصیل میشه، او را مادر با چی زحمت کلان میکنه. یک آدمی که به اصطلاح یک افغان دیگه ما میخیزه و او را به شهادت میرسانه. دیگه این کار درست نیست، نه کار انسانی است، نه کار اخلاقی است، نه کار اسلامی است. تشکر آقای ابراهیمی. آقای استانگزای باز هم اشاره کردن که علی پور مجرم است، خودش به جرم خود اعتراف کرده و باید مجازات شود و مردم هم از حکومت همین انتظار را دارن. امروز تظاهرات کنندگان گفتند که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در حمایت از علی پور قرار داره و اراس افغانان را پشتیبانی میکنه. فکر میکنین آقای دانش در کجا این مسئله حالا قرار گرفته؟ ببینید من فکر میکنم که بحث ما یک مقدار پیشفرضای وجود داره که ما بر اساس دو پیشفرضا بعضی نتایج رو میگیریم. مثلا حمله بر هلیکوپتر کار بد است، غلط است، غیر اخلاقی است، معلوم دار کار غلط است، و کشتن افراد ملکی کار خراب است، یا حمله بر پاسگاه ها و نیروهای مسلح افغانستان کار خراب است، معلوم دار کار خراب است. ببینید ما مثل که پیشتر گفتم باید قضیه بهسود در کلیتش رو ببینید، کلیت قضیه بهزود که ما از کجا تا به کجا رفتیم که به امروز رسیدیم. نتیجه اما شما صحبت های آقای استانگزای هم در مقابل شنیدین که اونا هم واره مردم متهم کردن که به سربازا یورش بردن، همین گونه آقای علی پور را متهم کردن که اونا جنایتکار هستن و سربازان را گفتن که بیگناه هستن و از خودشان دفاع کردن. ببینین اصلا جنایت جرم یک امر شخصی است. اگر علی پور به حیث یک فرد کنم وقتی مرتکب جرم شده باشد باید در برابر قانون پاسخگو باشد. اما در اینجا چند مسئله است. مسئله این است که اولین بار دولت افغانستان در امر مسئولیت خود که تأمین امنیت برای مردم افغانستان باشد در این منطقه ناکام است و علی پور یک فرد عادی در این منطقه به حمایت مردم آمده، یک جبهه را شکل داده که برای مردم در برابر حملات گروه های مثل طالبان امنیت تامین بکنه. درست. حالا رفته دولت افغانستان میخواد که امی مانی را که در برابر گسترش حملات گروه های مثل طالب در منطقه هستی را از بین ببره، تضعیف بکنه. هدف در بین چند سال اخیر قصه امی هست. خب در بین یعنی فکر میکنین که حکومت افغانستان داره طالبان را حمایت میکنه و به خاطر از اینکه دست طالبان باز گذاشته شود چنین افرادی که خدمت میکنه اونا را از صدرایش بیرون میسازه و از میان بر میداره؟ نه من نگفتم که طالبان از توسط حکومت حمایت میشه، بلکه دولت افغانستان هم در تامین امنیت ناکام است و هم گروه های و یا افراد مثل علی پور که در مناطق مثل بهسود گفته میشه، احساس میشه که امنیت تأمین میکنه، میخواد این رو تضعیف بکنه. به عبارت دیگه اگر شما یک کسی در بهسود باشین حالا فکر میکنین که دولت افغانستان نه میخواد امنیت ما رو تأمین بکنه و نه هم کسایی را که امنیت ما رو میگیره از او حمایت بکنه، در نتیجه میخواد که پشت ما رو در برابر گروه های مثل طالب خالی بکنه. خب در بین اینجا گپ نقش افراد مثل آقای سرور دانش در کجاست؟ آقای دانش به حیث معاون دولت افغانستان و معاون بسیار نزدیک با جناب رئیس جمهور افغانستان آقای اشرف غنی برای چندین سال کار کردن. درست. خب و کار را که ما امروز میبینیم عمو قطبندی اجتماعی را که پیشتر گفتم که تا حدود نقش قومی گرفتم متاسفانه، مثل که من پیشتر گفتم شاید دوست من آقای سالنگزی را برداشت سعی نکرد که من گفتم دولت کار رو میکنه، گفتم در فضای اجتماعی افغانستان شاید شما احساس نکنید موج نفرت که علیه مردم بهسود و علیه کسایی که تصور میشد تا
طرفدار علی پور است، این غیر قابل تصور بود. مثلا همه صحبت های آقای سادات که گفتن که طرفدارای علی پور در هر جایی که شما گیر کردین در شهر و دهات و قصبات یار مثل سگ دیوانه بکشن. درست. اگر شما کسی در بهسود باشین چی احساس میکنه؟ معلوم دار کسی که در کابل است هدف همچه حملات لفظی و سمبولیک و خشونت نیست و احساس نمیکنه این گفت، ولی کسی که از یک طرف طالب حمله میکنه و از طرف دیگه دولت کار نمیکنه و از یک طرف دیگه نیروهایی که باید بیاید حمایت بکنه باعث میشه که 10 نفر کشته شد و با قماندانی که مسئولی کار است بر اساس گزارش دولت او به جای از اینکه تنبیه شود ترفیع میبینه از یک ولایت به ولایت دیگر و یک ترفیع دوباره مقرر میشه بدون حساب و کتاب، بدون سوال جواب. شما چی فکر میکنید کار؟ یعنی در نتیجه دو قطبندی اجتماعی که من فکر میکنم که امروز در فضای رسانه های اجتماعی وجود داره او آمده دامن دولت هم میگیره. بله. سپاسگزارتان آقای استانکزی. با توجه به پیچیدگی قضیه علی پور فکر میکنین که آقای دانش در جبهه حکومت قرار داره یا در جبهه علی پور؟ آقای سرور دانش معاون صاحب دوم ریاست جمهوری افغانستان مامور حکومت است. درست. خادم عظیم ملت است. نه تنها این خادم یک قوم نیست بلکه خادم تمام ملت است. چون یک بار کلان برشانیش است. اما امروز شما شاهد بودین که تظاهرات کنندگان شعارهایی را سر می دادن که آقای دانش را متهم کردن که از حراس افغانان پشتیبانی میکنه و در حمایت از آقای علی پور هم قرار داره. ما دینشه و هم در تلویزیون ها دیدیم از برادران مردم ازاره ما را از بیسود کدام چند نفری بودن که گفتن اگر سر شما مرمی فایر شد و کلتان بخیزین و حمله کنین و یورش ببرین. این مسائل در افغانستان زیاد بوده، زیاد است. تو نیست که سابقه نو داره. برای اینا باید جواب داده شوه. اینا را باید از خود حکومت یک چند نفر بره که از اینا صحبت کنه. امروز ببینین عملیات وسیع در اونجا جریان داره. ما خودم به حیث یک نظامی کونکار معمیر خدمت شما عرض میکنم که یک نظامی که امروز در رأس قطعه خود در اونجا قرار داره او نمیتونه که خانه مردم خانه به خانه تلاشی کنه، او نمیتونه که افراد بیگناه را کش کنه، او نمیتونه که در مت یک شرایط اساسیت برانگیز که بسیار اساسیت ها را در اینجا برمی انگیزه نمیتونه که مردم ناقه. بله، راپور کشفی اپراتیفی و استخباراتی دقیق در قسمت جای امی نفری که تیاره هلیکوپتر زده و شرکایش جرمیش اینا باید تثبیت شد و بعد از او سرش میشه که عملیات کنه که اولی را زنده بگیرن، از اینا تحقیق بکنن آیا امی واقعیت داره نداره، کی امی سلاح را برای شما داد، امی شما اعتراف را که کردین به چی شکل بود، چطور بود، آیا بازم شما به می گپتان استاد هستین؟ حق کشتن از زیر کسی نداره، حق کشتن هیچ افغانه. برادر ما که گفتن من نمیفهم سادات یا کسی که گفته که بکشین و نکشین، این حرفایی است که یک ملیت تحریک میکنه. درست. و این تحریک کردن باید نه از طرف مردم حکومت باشه نه از طرف عوام باشه. حرفای تحریک آمیز جای را نمیگیره. ما برایتان خدمتتان عرض کنیم که وقتی یک جرم در افغانستان در هر گوشش رخ میده، خواه جرم جنایی باشه، سیاسی باشه، هر چیزی که باشه، اول ای که یک شخص از بین میره جزای خود میبینه، دوم خساری که به دولت عاید گردیده یا به شخص عاید گرده او خساره پرداخته میشه. این یک جرم بسیار کلان است، این خرد نیست. درست. شما اشاره کردین از لحاظ نظامی فرد که مجرم است از سوی حکومت افغانستان باید بازداشت شود و کدام مراحل سپری شود؟ قضیه سقوط چرخبال به تاریخ 28 مایه حوت سال پار انجام شد، اما نیروهای نظامی در اوایل مایه حوت سال پار رفتن و به بهسود به خاطر عملیات تا آقای علی پور را بازداشت بکنن. فکر میکنین در اون زمان کدام مسائل باعث شد که مردم در مقابل نیروهای امنیتی یورش ببرن؟ چرا حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی که با اونجا رفتن به خاطر عملیات مسائل نظامی را در نظر نگرفتن تا اینکه سبب شد مردم غیر نظامی، مردم ملکی اونجا به شهادت برسن و همین طور موفق هم نشن در عملیات شد؟ ببینید تا جایی که من اطلاع دارم اول خویست که اونجا قماندان امنیه معرفی میشد و هر قماندان امنیه که در گلسوالی معرفی میشه از طرف قماندان ولایت
که ولسوالی مربوطش است با جزوتام ها و قطعات خود میره در اونجا تنها رفته نمیتونه، شرایط جنگی وضعیت خراب. این با دو دلیل بود، یکی که قماندان معرفی میشد و این قطعات با خود برد، دومی که دشمن بفهمه که در اینجا قطعات نظامی افغانستان توانی ازیره داره که در هر نقطه افغانستان میره و در هر نقطه که اونا در اونجا باشن، در بارکای نظامی باشن، در پوسته ها، در هر جایی باشن میتن. اما در اونجا تا جایی که بازم بر شما بگم شنیده میشه، یک تعداد مردم با سنگ و با چوب و با نمیفهمم چطور و چنان عمله کرده بودن. بعد از این باز از سلاح خفیفه هم استفاده شده که در اینجا اینه میگم زد و خورد دو طرف بوده دیگه، تا یک طرف فکر نمی کنم که بوده باشه، با پلیس مجبور شده که فایر کنه. اما در اینجا بازم وزارت داخله است، سارن مقام، سارن والی است، محاکم است، میتونن که پرسان بکنن. سپاسگزارتان. آقای ابراهیمی، در آخرین پرسش میخوایم از شما داشته باشم، وضعیت خیلی حساس است، موضوعات به سوی قومی شدن و نژادی شدن در حرکت است، فکر میکنین در همین برهه راهی که هم بتانه حکومت افغانستان به نخواستایش برسه و هم طرف مقابل که مردم افغانستان است بتانن امو آرزوهایشان را به دست بیارن و زمانی که فرد را مجرم خطاب میکنن او به پنجه قانون سپرده شود چی باشه؟ ببینید، ما متاسفانه مسئله قانون، حاکمیت قانون در افغانستان یک مسئله بسیار تراژیک است. ما در 20 سال اخیر یک مشکل کلان در این بخش داریم. من فکر میکنم که مشکل بهسود، قضیه بهسود و علی پور را باید در تاثیر کلانتر ببینیم. تاثیر کلانتر است که متاسفانه دولت افغانستان با اجرای عدالت، حاکمیت قانون داره گزینشی برخورد میکنه و این برخورد گزینشی نمیتونه که به حاکمیت قانون کمک کنه. ما در همین شهر کابل میبینیم که گروپ های مسلح مثل علی پور و بیشتر از علی پور در افغانستان و در اطراف شهر کابل وجود داره و در شهرهای دیگه افغانستان ما هم داریم که افراد مسلح غیر مسئول مانند علی پور و گفته از اونا میتونه که وجود داشته باشه. ولی سوال است که چطور از من این گروه های علی پور انتخاب میشه؟ من فکر میکنم راه حلی است که دولت افغانستان یک استراتژی ملی مبارزه با معافیت داشته باشه که او به شکل یکسان با همه افراد در کل مناطق افغانستان و جدا از اینکه گروه های مسلح یا با دولت همسو هست یا علیه دولت هست باید با اونها یکسان برخورد شود. ممنونتان دکتر نعمت الله ابراهیمی، استاد در دانشگاه لتروب استرالیا، و آقای عزیز استانگزی، آگاه امور سیاسی، از حضورتان در برنامه. بیننده های عزیز، سپاسگزارم که تا این دم با ما همراه بودید.